به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در یک سخنرانی گفت گروه های تروریستی در افغانستان از بین رفته و اجازه نخواهند داد چون این گروه های جنگ نیابتی را در افغانستان را بیاندازند. عباس استانگزی مدعی شد گروه های تروریستی وارداتی هستند و از خاک برخی کشورهای همسایه علیه طالبان استفاده می کنند. استانگزی افزود که تعدادی از تروریست‌ها دستگیر شدند که مراکزشان در خارج از افغانستان قرار داشته است. پیشتر طالبان اعترافات شماری از اعضای بازداشت شده داعش را منتشر کردند که ادعا کردند در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش دیده و به افغانستان فرستاده شدند. سخنگوی طالبان در اعلامیه مدعی شد که مراکز گروه داعش در خارج از افغانستان و در ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارند. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد و یکی از لابیگران قدرتمند طالبان در نظام جمهوریت، از میراثی شدن قدرت، استبداد و معافیت مقام ها از مجازات انتقاد کرد. ملا عبدالسلام ضعیف میگوید حاکمان، یعنی مقامات گروه طالبان، را بالاتر از قانون میدانند و استبداد حاکم حق گفتن سخن زدن را از مردم گرفتن. سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد در شبکه ایکس نوشته است که در صورت تخلف حاکمان و امیران از قوانین از مجازات معاف می شوند، هرچند این عضو طالبان در مورد میراثی شدن قدرت از فرد مشخص نام نبرده، اما آگاهان امور سیاسی می گویند اشاره او به محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر، سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی، عبدالمنان عمری برادر ملا عمر و خلیل الرحمن حقانی برادر جلال الدین حقانی بوده است و صدها تن دیگر بوده که اکثریت پست های مرکزی و آستان های کشور را اشغال کردند. این چهره مدره طالبان پیشتر نیز استبداد و حاکمیت مطلق امیر را از عوامل اصلی زوال جامعه اسلامی دانسته بود. و در پایان، پاکستان در آتش خود می سوزد. انفجار در نزدیکی میدان هوایی بین المللی جناح واقع در شهر کراچی پاکستان منجر به کشته شدن 3 خارجی و زخمی شدن 17 نفر دیگر شد. به نقل از دان نیوز، یک بم دست‌انداز در نزدیکی سیگنال میدان هوایی بین المللی جناح در کراچی منفجر شد که بر اثر آن 3 خارجی کشته شدند و 17 نفر زخمی شدند. در میان کشته شدگان 2 شهروند چینی نیز حضور دارند. سفارت چین در پاکستان ضمن تایید این خبر خواهان اقدامات فوری پاکستان برای تأمین امنیت جان شهروندان خارجی و همچنین پروژه های آنها شده است. ضیاءالحسن لنجار، وزیر امور داخلی ایالات سند، در گفتگو با شبکه خبری جی نیوز گفت که این انفجار ظاهراً توسط یک بم دستانداز IED ایجاد شده بود. در این انفجار 7 موتر، 2 رکشا، 2 موتورسیکل در اثر آتش سوزی آسیب دیدند. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.